با سلام به شما، به شما عزیزان در هر کجای جهان که هستید و امیدوارم تا این لحظه روزگار خوشی رو پشت سر گذاشته باشید و روزگار بهتری رو پیش رو داشته باشید. جمشید چالنگی هستم در ساعت 1 بعد از ظهر چهارشنبه شب از واشنگتن با شما خواهم بود در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا. نگاهی خواهیم داشت به آنچه که آیت الله علی خامنه ای در تجمع در استادیوم بزرگ تهران گفت، چه هدفی داشت و چه کسانی رو تهدید کرد، آیا قدرت نمایی حکومت در برابر مخالفان حکومت در ایران بوده است یا قدرت نمایی حکومت در برابر به گفته آیت الله علی خامنه ای دشمن خارجی. چرا حکومت ایران از پیوستن به FATF هراس دارد؟ چرا خواستار تن دادن به نظارت بین المللی در مورد پولشویی، روند پولشویی و کمک به تروریست ها، سازمان های تروریستی که حکومت تهران متهم است نیست؟ و نگاهی نیز خواهیم داشت به دیگر موضوعات در عرصه اجتماعی و سیاسی ایران مرتبط با مسائل اقتصادی در ایران، کمک‌های حکومت ایران به کشورهای دیگر و نقش حکومت ایران در ناآرامی‌های خاورمیانه. با من و شما هستند در برلین آلمان آقای مهران براتی، استاد پیشین دانشگاه و کارشناس امور بین الملل، و در ژنو سوئیس آقای مازیار شکوری، تحلیلگر سیاسی و نویسنده در وبلاگ وبسایت انقلاب اسلامی. پیش از پرداختن به موضوعات مطرح شده سریع به اصفهان خواهیم زد و ادامه اعتصاب کامیونداران در اصفهان و دیگر شهرهای ایران با شما خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. 18/7/97 تجمع تریلیداران اصفهان جلوی فرمانداری اصفهان برای رسیدگی به مشکلاتمون. آقای براتی سلام به شما در برلین. درود به شما و هموطنان بسیار عزیزمون همه جای دنیا. و همینطور آقای مازیار شکوری در یکی از مراکز مهم مالی جهان سوئیس، سلام. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت عالی جناب آقای چالنگی، همکاران شما، هموطنان عزیز هر جا که تشریف دارن و همچنین جناب آقای براتی گرامی. آقای براتی، تجمع استادیوم بزرگ تهران رو شما قطعا دنبال کردید، به نظر شما هدف این تجمع چه بود؟ قدرت نمایی در برابر آمریکا، قدرت نمایی در برابر مردم ایران که خیلی هم زحمت کشیده شد، اونطور که گزارش های منتشر شده از شهرهای مختلف آوردن بسیجی ها رو و افرادی هم که به هر حال اعتقاد دارن به ولایت فقیه و به هر حال متمتع و بهره‌مند هستن از حکومت، اما چه هدفی پشت این بود و چه پیامی به قول معروف داشت این تجمع و این سخنرانی آیت الله خامنه ای؟ خب شما از دی ماه 96 که این حرکت اعتراضی ایرانیان در بیش از 100 شهر کشور آغاز شد و در چند روز به بسیاری از نقاط کشور همزمان سرایت کرد، اون نیروی حامل اصلی این اعتراضات جوانان کشور بودند. بعضن بخش بزرگی از کسانی که بیکار بودند جویای کار بودند، بخش بزرگی از کسانی که فرهنگ زندگیشون با دستورات حکومتی در مورد شیوه زندگی همخوانی نداشت
بعضا در این رابطه بود که آینده دیگر برای خودشون در ایران نمیدیدن و همچنین در این رابطه است که بخشی از جوانان ما آغاز کردند به ساماندهی و سازماندهی سیاسی خودشون و میخوان در یک حرکت اعتراضی آینده، در جنبش اعتراضی آینده برای پشت سر گذاشتن این نظام حاکم بر ایران سهمی رو ادا بکنن و ما نمونه‌هایی از این رو در رسانه‌های گوناگون دیدیم. این حرکت جوانان نوعی ترس و وحشت در حکومت ایجاد کرده و آقای خامنه‌ای خواستن به این مسئله جوابگو باشن که اکثریت جوانان با ما هستن و همین دلیل هم بیش از 150 هزار نفر بسیجی رو با اتوبوس‌ها از نقاط مختلف کشور به تهران آوردن، در استادیوم آزادی جمع کردن تا ایشون برای اونها صحبت کنه و دوباره برگرده به اینکه دشمنان دنیا، دشمنان ایران در دنیا میخوان چنین وانمود کنن که جوانان به نظام پشت کردن، در حالی که این طور نیست و شما جوانان در این مورد بسیجی ها آتش به اختیار هستید. همون مسئله که یک بار دیگه هم تکرار کرده بودن، در حقیقت چک سفید دادن به این جوانان که در هر موردی که فکر میکنن کسی حرفی میزنه که از دهان شیطان بزرگ آمریکا هم در آمده، فوراً خدمتش برسن و هر جور دلشون میخواد عمل کنن. خب این یک دعوت به جنح و جنایت عمومی است و این ترسی که به وجود آمده بیدلیل نیست و من فکر میکنم ایشون به درستی تشخیص دادن که حرکت آتی آینده سیاسی ایران بخش بزرگیش بر دوش جوانان فرهیخته و روشنفکر و روشنبین ایرانی است. حال من جوانان بسیجی رو هم اونچنان مقصر نمیدونم. شما میدونید که هم به این بخش بزرگی از سپاه پاسداران سرباز وظیفه هستن، بخش بزرگی از بیکاران کشور رو هم این حکومت سعی کرده با جمع کردن درون بسیجی ها، بخشی از اونها رو حتی درون نوعی سربازخونه ها پایگاه بهشون داده، بخشی از اونها خانه نشین هستن، حقوقی میگیرن تو در موقع لازم به خیابون بیان. ما اینها رو مقصر نمیدیم، اینها هم قربانیان این حکومت هستن که امیدوارم در آینده به مخالفین بپیوندن برای پشت سر گذاشتن این نظام استبدادی حاکم. از صحبت آقای براتی میشه استنباط کرد که این تجمع برای قدرت نمایی حکومت بوده در برابر مردم یا اکثریت مردم یا بسیاری از مردم که در تظاهرات دیما بودن. شما چگونه دیدید آقای شکوری؟ خدمت استعالی عرض کنم که در تایید فرمایشات آقای براتی بنده فقط حاشیه بزنم. ببینید، چندی قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس خانومی صحبت کردن و مشکلات کشور رو با آقای خامنه ای ارتباط دادن و در مجلس ایشون در نطقی که داشتن گفتن که آقای خامنه ای شما باید تصمیم بگیرید که این مشکلات را مرتفع کنید. قبل از این همایش بزرگ هم میدانیم که دو نامه نوشته شد با آقای خامنه‌ای از طرف اقتصاددانا و یک سری فعالان سیاسی و مدنی، در اونجا برخی از مشکلات کشور رو برشمردن. یکی از این نامه ها با این عنوان بود که از وقوع فاجعه ملی جلوگیری بفرمایید، به همین چین معنایی بود. آقای خامنه‌ای در این تجمعی که آمدن، باید بگویم که خواستم پاسخ همه این منتقدان را بدهم و به همه اینها بگویم اون چه که شما فکر میکنید نیست و همچنین به نیروهایی که چماق به دست دارن، نیروی مسلح دارن، نیروهایی که راندخار هستن دارن، به اینها بگویم که شما همچنان به کار خود ادامه بدهید و نگران نباشید، ما همین روال را ادامه خواهیم داشت. شما میبینید که آقای خامنه‌ای در این سخنرانی آمدن و خطاب به بسیجی ها گفتن که کشور مال شماست. این که کشور مال شماست، کشوری که میباید مشا باشد میان همه شهروندان، میشود مال یک عده خاص، یک اقلیت محدود، این نشان از این دارد که آقای خامنه‌ای میخوان سرکوب ها را ادامه بدهند، میخوان قدرت رو هر گونه که هست نگه دارن.
و برای این مسئله احتیاج به این نیروی سرکوب دارن و به این نیروی سرکوب هم میباید امتیازاتی بدهن. که آقای خامنه ای همین مسئله رو در اونجا عنوان کردن. همچنین شما میبینید که آقای خامنه ای در اونجا گفتن که مطبوعات کلن وسایل ارتباط جمعی میتوانن به مانند سلاح کشتار جمعی شیمیایی باشن. اگر به یاد داشته باشیم در سال 78 هم آقای خامنه‌ای چنین سخنرانی کردن در اون نماز جمعه معروف و گفتن که مطبوعات پایگاه دشمن است، مطبوعات تهدید شدن. البته اکنون که مطبوعاتی اونچنان وجود ندارن، احتمالا برنامه این هست که به جان این گروه های تلگرامی این فضای مجازی بیفتن، بسیاری را دستگیر کنن یا سربنیست کنن و حالا هر چیز دیگر. به هر حال آقای خامنه‌ای بنده فکر میکنم شواهد این را نشان میدهد که خواستن پاسخ خیلی ها را بدهن و دلگرم کنن نیروهای هوادار خودشون رو که همون روال مانند سابق چه بسا بدتر از سابق ادامه خواهد داشت. آقای براتی، خب در نظام ها یا حکومت ها یا کشورهایی که به هر حال نوعی دموکراسی در اون هست، آزادی های محترم شمرده میشه، مثل آلمان کنونی یا آمریکا، فرانسه، کشورهای دیگه اروپایی و جای جایی در آسیا مثل هند، مثل کره جنوبی، نیازی نداره حکومت هر لحظه و یا هر روز و هر سال تجمعات اینطوری برگزار کنه، مگر موقع انتخابات احزاب چنین میکنن. ما میبینیم در آلمان در زمان هیتلر هم چنین میکرد، یعنی هیتلر هم هر از چنگایی جمع میکرد مردم. شما قطعا به طور جزئیاتش هم اشراف دارید، برای بینندگان من توضیح میدم. اما هیتلر با همه جنایات و همه اقداماتی که انجام داد در مورد آلمان و بعداً ملت‌های دیگه، ولی بالاخره صنعت پیشرفته‌ای داشت، اقتصاد نسبتاً پیشرفته‌ای داشت، مردم از یک رفاهی برخوردار بودن و به هر حال پشتوانش یه چیزایی بود و برای دنیا شاخشونه می‌کشید. این شاخشونه کشیدن‌های مثلاً آقای خامنه‌ای برای این و اون آمریکا، بعضی از کشورهای اروپایی، کشورهای همسایه، اینها رو واقعا اثری داره؟ شما به عنوان یک کارشناسی بین الملل تا چه اندازه اثر داره یا باعث خنده خواهد بود در مجامع کارشناسی؟ چه هست این تهدیدها؟ خوبه که جالبه که شما اتفاقا در مقایسه حکومت در ایران نظام فاشیستی هیتلر رو به عنوان نمونه میارید، حالا با صنایع و پیشرفت هایی که آلمان در اون زمان داشت. ولی یه واقعیتی است. واقعیت همون اینه که جمهوری اسلامی 39 سال از شرایط انقلاب بیرون نیومده. هر کشوری هم که در دنیا انقلاب میکنه، انقلاب ها معمولا 1 سال، 2 سال، 4 سال، همه به اصطلاح اون چی که به عنوان مثلا اهداف انقلابی هست باید عمل میشه، در 4-5 سال یا عملی میشه یا نمیشه و بعد هم بر صورت در شرایط جدید حکومت سعی میکنه در نوعی همگرایی با دنیا مشکلاتی که داره برطرف کنه. اما از ابتدای انقلاب تا کنون جمهوری اسلامی از این حالت انقلابی در نیومده، یعنی هر روز اینطوره که مثل 1357 یا 58 شده، حالا بعدم به این مسئله هم میرسیم، گویا برای به هر صورت تحقیر شیطان بزرگ باید برن سفارش رو اشغال کنن و تعداد زیادی 52 نفر فکر میکنم از کارکنان سفارت رو 444 روز به گروگان بگیرن و بعد هم به نوعی با خفت مجبور بشن اینها رو پس بفرستن به کشورشون تحویل بدن و اینطور وانمود کنن که در جنگ با شیطان بزرگ و امپریالیست فیروز شدن. این حالت هنوز ادامه داره در این کشور و مشکل اساسی کشور ما همین است. ببینید در روسیه که انقلاب به اصطلاح اکتبر اتفاق افتاد، بعد از چند سال وقتی لنین متوجه شد که این اقتصاد با شرایط انقلابی اصلا قابل دوام نیست، مملکت از دست میره، اون طرف روسای سفید بودن که جنگ میکردن برای بازگرداندن به اصطلاح پتر کبیر یا خانواده
بر صورت سلطنتی به روسیه، متوجه این مسئله شد، رفت سر اقتصاد، اون چیزی که تحت عنوان نب اقتصاد نوین اسمشو گذاشتن، سیاست اقتصادی جدید اسمشو گذاشتن، و خواست که از سرمایه گذاران خارجی به کشور بیان سرمایه گذاری کنن. سرمایه دارانی که فرار کرده بودن دعوت کرد که بیان به کارشون ادامه بدن. خب این تا زمان جنگ تقریبا کم و بیش بود تا استالین سر کار اومد، و استالین همون شرایطی که الان آقای خامنه‌ای اجرا داره میکنه، اون هم با ملت خودش و بیرون از اون همین رفتار رو انجام داد. و خب این که آقای خامنه‌ای اینطور رفتار میکنه و اصولا جناحی که حامی ایشون هستن این است که میدونن اگر از این شرایط شبه انقلابی و به نام خودشون انقلابی بیرون بیاد، دلیلی بر وجودشون در حکومت دیگه باقی نمیمونه. باید مثلا چمدونشون ببندند و برن حالا در قوم از جای دیگه و حکومت رو به دیگران بسپارن. ولی چون این رو نمیخوان و چون میخوان تا لحظه سقوطشون حکومت رو در دست داشته باشن، این احتیاج به دشمنی با دنیا، ادامه شرایط انقلابی براشون لازمه و این کار رو انجام میدن. و این رازی فاش شده، یعنی من هیچ مسئله جدیدی نمیگم، این رو شما و همه دنیا میدونن که چرا اینطور رفتار میکنن. اما خیلی مختصر بفهمید که اثرش برای جوامع بین‌المللی چی هست؟ یعنی مثلا در آلمان سیاست که مسئولان سیاست خارجی آلمان، خانم مرکل، بقیه چطور برخورد میکنن با این اظهارات؟ باورشون یعنی تحت تاثیر قرار میگیرن یا باعث مضحکه است چون این رفتاری؟ ببینید، شما مرتب آلمان و اروپا مصوبه‌ای در محکوم کردن نقض حقوق بشر در ایران میده. پارلمان آلمان هم بارها این کار کرده. یعنی اون چی که سیاست در مورد ایران فکر میکنه در این مصوباتش هست. اما دولت اجرایی معمولا نوع دیگری رفت. در دنیا ما چیزی شاید هنوز نزدیک به 70 80 90 کشوری داشته باشیم به شیوه استبدادی اداره میشن. ولی روابط تجاری با این کشورها ادامه داره. یعنی یک طرف مسئله منافع به صلاح اقتصادی این کشورها است، یه طرف مسئله حقوق بشر است. حقوق بشر رو میسپارن به دست پارلمان و کمیسیون‌های حقوق بشر، قسمت تجاریش رو خودشون انجام میدن تا کارت به استخون برسه، مثل قتل‌های رستوران میکونوس و کشتار رهبران کرد که اون وقت سفراشون از ایران فرا بخونن و به اصطلاح بخوان روابط کنن. البته این پرسش من خودم اشراف دارم که یک سازمان اطلاعاتی قوی میخواد که آدم بدونه در خلوت این رهبران کشورهای اروپایی چه میگذره. چون خب به ظاهر بله تعارفات مربوطه هست، ولی در دوره هم هستن و در خلوت چه میگویند و چه میخندند و اینها، این لازمش اطلاعات خنده رو حتما میکنن و حتما هم نگران وضع مردم هستن در ایران و حتما هم در میانشون انسانهای شریفی پیدا میشه که کوشش هایی میکنن. ولی خب مسئله گویا مسئله فروش اتومبیل و ماشین های تولید وسایل صنعتی ارزش بیشتری براشون داره. بله، به هر حال چون صحبت های مانند سردار نقدی یا بقیه سرداران سلامی، اینها که ما در عرض 24 ساعت مثلا آمریکا رو نابود میکنیم، آمریکا رو به زانو در میاریم، این کار میکنیم، اون کار میکنیم، تا چند روزی جدی گرفته میشه این بر اون بر دنیا، این بحثیست. اما یکی از همین سرداران آقای شکوری، سردار نقدی، که بارها و بارها و بارها من اینو گفتم، در کشور فردوسی، سعدی، حافظ و ستارگان همیشه درخشان، خورشیدهای آسمان ادبیات جهان و فرهنگ جهان، کسی مانند سردار نقدی مسئول فرهنگی است. ایشون اومده حرفی زده
که بعد از پیامبر اسلام جمهوری اسلامی بزرگترین و بهترین حکومت برای بشریت بود. تا چند از شما که اشراف دارید به تاریخ اسلام، تا چند از این حرف واقعا جنبه واقعی داره و تا چند از اهانت به تاریخ اسلام حتی چه هست این حرف؟ این حرف ببینید جناب آقای چالنگی، این آقای نقدی امروز میشوند مسئول فرهنگی، باید دید که اولا فرهنگ در ذهن و مخیله رهبران جمهوری اسلامی در این سیستم چیست. مسلم اون چه که اونها به عنوان فرهنگ تلقی میکنن با تلقی آقای چالنگی و آقای براتی، و اگر شخصی غیر از آقای نقدی و امثال آقای نقدی را میگذاشتن مسئول امور فرهنگی، واقعا جای تعجب داشت. در این نظام همون آقای نقدی میباید که مسئول امور فرهنگی و از این قبیل مسائل باشن. اما واقعیت هم این است که اگر این حکومت واقعا میخواست که اسلامی باشد، اون گونه که آقای نقدی یا برخی دیگر این ادعا را میکنن، خب از روز ابتدا نباید ما میدیدیم که یک سیاهه، یک لیست بزرگی از مراجع تقلیدی که به هر حال مرگ بر اونها گفته شد، اونها حصر شدن، تشکیل میشد. ما میبینیم که در همین رژیم مرگ بر شریعت مداری سر داده شد، بعد ایشون حصر شدن و اونچنان با ایشون برخورد کردن که ایشون حتی در ابتدای کتاب غذای خودشون که در حصر می نویسن، در اونجا می نویسن اون بلایی بر سر من آوردن که هیچ کس فکرش را نمی کرد. یعنی شما در هیچ رژیمی امکان نداشت که در جامعه مسلمان شیعه با یک مرجع تقلید، با یک مجتهد اونچنان برخورد کنن، اما رژیم آقای خمینی اینچنین کرد. یا شما می بینید با مرحوم آیت الله منتظری، با آیت الله زنجانی و و و بسیاری دیگر، با مرحوم خویی، حتی این رژیم صدای ابتدا مراجع تقلید را بیرون آورد. شما همین شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه را که می‌بینید، این اصلا خطاب به مراجع تقلید بود و اولین بار که این شعار سر داده شد، مرحوم آیت الله گلپایگانی و عراقی اعتراض کردند، گفتن آقا ما هم ولایت فقیه را قبول نداریم، یعنی مرگ باید ما را فرا بگیرد. تا این حد مضافاً این که ما بگوییم حکومت دینی اصلا خودش بلا موضوع است، به جهت این که زمانی که ما میگوییم حکومت اسلامی یا حکومت دینی یعنی اجرای حکم الله بر روی زمین، اما ما میبینیم که خود مجتهدین، مراجع تقلید، اونها که صاحب فتوا هستن، فتاوی مختلفی دارن در موضوع واحد و در فقه به این میگوین مخطئه، یعنی ممکن است که فتوای یک فقیه اشتباه یا خطا باشد. حالا شما حساب کنید که مثلا چقدر از همین فتاوی خطا آقای خامنه‌ای، آقای خمینی دارن، بعد همونها رو میخوان غالب کنن به عنوان حکم الله بر روی زمین. این خود حکومت دینی یک توهین هست به اصل دیانت به نظر بنده. این فهمی هست که بنده دارن. بله، و اما از مزایا یا از مواهب یا از دستاوردهای حکومت ایران که کسانی مانند سردار نقدی و آیت الله علی خامنه ای و دیگران در سخنان خود اشاره می کنند که الگویی باشه برای بقیه کشورها، در عرصه بهداشت است که وزیر بهداشت آمد و گفت، سخنی که ما نیز پخش کردیم، آمد و گفت بسیاری از بیماران نیاز به دارو دارند اما خب گرونه، دو سه سال بیشتر برای چی عمر کنند و گرون هست. و اون از سخنان وزیر بهداشت، و این هم گزارشی تصویری کوتاه از سرنگ هایی که توزیع میشه در بازار در ایران، در حکومت ایران و توسط مسئولان بهداشتی در ایران با هم میبینیم. سلام، من امروز زمانی که میخواستم یه ویتامین دی به مادرم تزریق کنم، ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی است به رنگ زرد روشن، اومدم از این سرنگ استفاده کردم و اومدم اینو کشیدم و گذاشتم توی دسته که آنستریل نشه، و زمانی که خواستم اینو در بیارم و تزریق کنم، متوجه شدم که این سرنگ قبلا استفاده شده. این سرنگ این قسمتش الان کاملا خونیه، جاش هست و این قسمتش هم خونی هست،
دقت کنین این قسمت ها خونیه، این سرنگ قبلا استفاده شده یا سرنگ آلوده بیمارستانی بوده که وارد خط تولید شده، و این سرنگ ها که تا این قسمتشون خونیه سرنگ هایی هستن که قبلا رگ باشون گرفته شده، یعنی حتی سرنگ تزریق معمولی هم نبوده، مثل سرنگ های آلوده خیلی آلوده بوده که الان مثلا وارد خط تولید کردن شستنش، حالا دارن به مردم بیچاره میفروشن. این سرنگ میبود یاد هست، از این نخرین. خواهش میکنم اطلاع رسانی کنین که پناه بر خدا کسی ایزی چیزی نگیره. بجز این سرنگ و این مار که حالا من الان دیدم، سرنگ های دیگه هم هر موقع خریداری کردین خواستین حالا چیزی باهاش تزریق کنین به کسی، یا حتی موقع که رفتین توی درمانگاه دقت کنید ببینید سرنگ استفاده شده نباشه، که پناه بر خدا خودتون یا عزیزانتون ویروسی چیز نگن. حتی توش هم الان اگه نگاه کنین قشنگ این آلوده هست، یعنی خونیه. لطفا احتیاط کنین، به همه هم اطلاع رسانی کنین. روزتون بخیر. همراه شما خواهیم بود و همراه با آقای مهران براتی، کارشناس امور بین الملل و استاد پیشین دانشگاه، و آقای مازیار شکوری، نویسنده در وبلاگ انقلاب اسلامی و تحلیلگر سیاسی. تا لحظاتی دیگر. آقای براتی، یکی از موضوعاتی که موضوع روز هست در عرصه حکومتی مسئله FATF هست. از شما میپرسیم و نظر کارشناسانه شما رو جویا هستیم. چه هدفی داره این پیمان، پیوستن به این پیمان، و یا هدفش همون هست که حکومت ایران میگه، مسئولان حکومت ایران و این همه گسترده، همه مسئولان از امامان دولتی جمعه گرفته تا نمایندگان مجلس و بازاریان و بسیجیان و همه و همه علیه پیوستن به چنین پیمانی به اصطلاح تظاهرات کردن. تفسیر شما رو میشنم، قضیه چی هست؟ خب این پیمان مربوط میشه به مبارزه با پولشویی، به ویژه در رابطه با تامین منابع مالی برای تروریسم و مواد مخدر. یک اکشن پلان، برنامه عمل 42 نکته‌ای بوده که جمهوری اسلامی برای پیوستن به این پیمان، که اصلا شرط این که الان جمهوری اسلامی در یک لیست سیاه قرار داره در رابطه با پولشویی، برای اینکه از این لیست بیرون بیاد باید به این 42 پرسش سوال بده، جواب بده، و از این 42 38 موردش جواب داده، 4 موردش که مربوط میشه به منابع پولهایی که نهادهای داخلی در ایران و افراد داره. این مسئله اینقدر الان عاجل هست که جمهوری اسلامی مجبوره برای اینکه اصلا این باقی مانده امکانی که آمریکا براش گذاشته برای ارتباطات مالی در دنیا، باید از این لیست سیاه بیاد بیرون. و حالا آقای لاریجانی با اطلاعات سپاه، با شورای نگهبان، با رؤسای فراکسون های در مجلس و بعضی از نمایندگان جلسه گذاشته که به نوعی الان توافق کنن این قانون تصویب بشه در مجلس، چون شورای نگهبان مرتب با اصلاحاتی که آمده بوده مخالفت کرد. الان یه مسئله کاملا روشن هست و این خیلی جالبه. تا حالا همش صحبت از این بوده که اگر ما این قانون رو تصویب کنیم و به این پیمان بپیوندیم، دیگه امکان حمایت از حزب الله، از به حماس و جریاناتی که جمهوری اسلامی مداوش است نخواهیم داشت. خب این رو تا به حال همه قبول میکردن، ولی این واقعیت داستان نیست، چون جمهوری اسلامی خود به خود از طرف بانک مرکزی به حساب جناب نصرالله پولی واریز نمیکنه، این پولا و اشکال دیگر. اما توجه اگر کرده باشی، دولت وزیر اقتصاد آمده گفته که ما 19,000 حساب بانک دولتی رو بستیم. اینها حساب‌هایی بودند که افرادی که در دولت دست دارن از این طریق امکان داشتن
که پولهایی به خارج ببرند و بیارند. یا گفته شده که یه بخش از پولهایی که در ایران بوده به پاکستان فرستاده شده، به نوع دیگری به ایران برگشته. یا گفته شده به معاون آقای احمدی نژاد، آقای بقایی، در منزل ایشون پولهایی پیدا کردن که قرار بوده به خارج به آدرسی فرستاده شه و ایشون اینا رو در خونش نگه داشته. یا اینکه شما توجه بکنید 15,000 نفر که در بنیادهای مالی به اصطلاح نیمه دولتی حسابهای چندین و چند میلیاردی داشتن، بعد از ورشکسته شدن این نهادها بر نگشتن که اصلا نه مراجعه نکردن انسان که پول ما چی شد و پولشون رو بخواد. خب همه اینها نشان از این داره که درون نظام و حکومت مرتب داره پولشویی میشه به اشکال گوناگون و منابع مالی هم چون روشن نیستن که این پولا از کجا آمدن، اصلا قابل پیگیری هم نیستن و دولت هم تا به حال هیچ گونه قانونی نیاورده که بخواد منابع مالی این پولهایی که معلوم نیست به این مقدار کثیر از کجا آمده رو پیدا کنه. خیلی راحت میتونست خانه تصویب بکنه و هر پولی که به هر بانک میره بره. شما اطلاع دارید جناب چالنگی، در امریکا هر معامله معاملاتی که بالای 10,000 دلار باشه باید به اطلاع دولت برسه، ولی در ایران معاملات چندی میلیونی و میلیاردی انجام میگیره بدون هیچ، بدون که کسی از اون اطلاع داشته باشه. این مشکل مملکتی است. حالا نمیدونم حکومت بتونه در این لحظه آخر این با تصویب، یعنی جواب دادن به اون 4 سوال باقی مانده، بتونه از این لیست سیاه بیاد بیرون یا نه. من شک دارم و فکر نمی کنم موفق به این بشه، یا اگر چیزی تصویب بکنه طوری آبکی خواهد بود که این نهاده که شما بهش اشاره کردی، عرشبت FAFT، این رو قبول نخواهد کرد. مثالی ما داریم که میگه اون رو که پاک است چه باک از حساب است، یا از حساب چه باک است. اما حکومت ایران میگه نه، ترسی نیست، ما اختلاف تعریف داریم، ما به حزب الله، به حوثی‌های یمن، حتی در مواردی به القاعده کمک کردیم و به گروه های مختلف اسلامی این بر اون بر دنیا کمک میکنیم و حماس و جاهای دیگه. وظیفه اسلامی ما هست، وظیفه اسلامی ما هست که چون کمک هایی بکنیم، از مظلومان جهان داریم حمایت میکنیم. ولی این گروه ها رو شما اشتباه میکنید که گروه های تروریستی مینامید یا توصیف میکنید. چه پاسخی دارید شما آقای شکوری برای این منطق جمهوری اسلامی یا ادعای جمهوری اسلامی؟ ببینید جناب آقای براتی دقیق اشاره کردن، کاملا صحیح اشاره کردن. من فقط یک نکته رو عرض بکنم که ما قانون مبارزه با پولشویی مسبب سال 1386 داریم، حتی یک راهنمای مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه هم هست که سازمان بورس بیرون دادن و اتفاقا در اونجا تجلیل کردن از همین FATF. این برای بنده خیلی جالب بود که این رو دیدم. منتها خب این قوانین در جمهوری اسلامی نباید اجرا بشوند، واقعیتش این است، مانند بسیاری از قوانین دیگر. و اکنون هم مشکلی که جمهوری اسلامی با این کنوانسیون ها دانه سر اون گزارش هایی هست که میباید بدن، یعنی بانک مرکزی میشود یک نهاد زنده، بعد اینها باید به FIU پاسخ بدهن، واحد اطلاعات مالی، و اونها بنابراین کنوانسیون میتوانند تمامی حساب‌هایی که رد و بدل شده در داخل کشور، خارج کشور، در مورد هر شخصی یا هر نهادی که حسابی رد و بدل شده اطلاعاتی رو بگیرن و بازخواهی بکنن که این اشخاص چه کسانی هستن، یا این نهادهای حقوقی کدام نهادها هستن حقیقی. به همین ترتیب و اینها از این قضیه واهمه دارن، چون همونی که آقای براتی فرمودن، رژیم رژیم پولشویی است، باندهای قدرت در اینجا سر کار هستن و پولشویی میکنن. اما در مورد بحث حزب الله لبنان، حماس، اینها، ببینید اینها همه بهانه هایی هست که اینها میگیرن به جهت اینکه ریخت پاش هایی که در داخل دارند، همون گونه که آقای براتی فرمودن، اونها افشا نشوند. بر مبنای این کنوانسیون ها سازمان ملل متحد مرجع هست که گروه های
تروریستی را تشخیص میدهد و تاکنون سازمان ملل متحد فقط 4 گروه تروریستی را در لیست تروریست قرار داده که القاعده هست، داعش هست، جبهه النصره هست و طالبان. یعنی به هر ترتیب اینها دارن دروغ میگویند که آقا اگر این بشود ما نمیتوانیم به حزب الله لبنان کمک کنیم. این مسئله تا فعلا، بعدها حالا چه پیش بیاید ما نمیدانیم، تا فعلا گریبان حزب الله لبنان را نمیگیرد. مضافاً تا امروز هم خود کشور لبنان این کنوانسیون ها را پذیرفته است. حالا اگر از طریق روابط بانکی این کمک ها به حزب الله لبنان میشد، خب بس همواره میتواند بشود. اگر از طریق غیر بانکی بود، خب مضافاً همچنان همون رویه رو ادامه میدهند و بحث اصلی همان است که از این به بعد ریخت و پاش های اینها، یعنی البته در سیستم بانکی ادامه پیدا بکند، افشا میشود، بیشتر به گوش مردم میرسند. و من فکر میکنم که با این کنوانسیون ها که جمهوری اسلامی بپیوندد به اون، ما از این بعد قاچاق کالا رو بیشتر خواهیم داشت. با توجه به همون سخنرانی که آقای خامنه‌ای در آزادی داشتن و به بسیجی ها گفتن مملکت مال شماست، از این به بعد میباید مبادلات غیر بانکی بیشتر بشود، یعنی اسکله های ورود و خروج قاچاق کالا و انحصار اون رو به نهادهای مختلف بدهند تا اینها از اونجا بتوانند امرار معاش کنند. آقای براتی ببینیم، میبخشید، در فرانسه حساب‌های دارایی‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، اون دارایی‌های شناسایی شدهش در بانک‌ها مسدود شده. یکی از مسئولان تهران آمده گفته که این امر تازه نیست، قبلا هم حساب‌ها بررسی می‌شد و به مشکوک بودن به اصطلاح مسدود می‌شد. این اقدام خوب در ارتباط با اتهامات تازه‌ای است که متوجه حکومت تهران هست، یعنی تحریک حکومت تهران داشته ظاهرا برای انفجار در تجمع سازمان مجاهدین در فرانسه که متهمین هم ظاهرا به بروکسل تحویل شدن. آیا اروپا جدا از فرانسه، بقیه کشور، آلمان، با تحریم های آمریکا، با این روند به اصطلاح شناسایی منابع گروه های تروریستی ها هماهنگی دارند یا به نظر میرسه در آینده هماهنگ بشن؟ منظر رو شما چطور میبینید و توصیف میکنید از این بابت؟ خب مسئله مبارزه با تروریسم و تامین منابع مالی اونها، جلوگیری از تامین منابع مالی اونها یه مسئله است. همین دیروز در اخبار گفتن که دولت آلمان یک دیپلمات ایرانی رو که همراه دیگران دست داشته در خواست بمبگذاری در تجمع مجاهدین خلق به دولت بلژیک تحویل داده و حسابهایی رو هم در اینجا بسته. این یه مسئله است. در این مسیر خب اروپایی‌ها با امریکا همراه هستن و اصولاً یک نهادهای گوناگون اطلاعاتی اینا همکاری بسیار دقیق و خوبی دارن با نهادهای مربوطه در امریکا و دیگر کشورهای اروپایی. این یه مسئله است. اون مسئله دیگری که مربوط میشه به اصطلاح به سیاست آمریکا در مورد تحریم‌هایی که در مورد جمهوری اسلامی بعد از تصویب برجام در شورای امنیت ملی میشه، این همراهی وجود نداره، چون اروپایی‌ها معتقدند که ما در خاورمیانه به اندازه کافی کانون‌های آشوب داریم و تمام سیستم سیاسی اینها، شالوده سیستم های سیاسی اجتماعی این منطقه از افغانستان و عراق و سوریه و یمن و مصر و دیگر کشورها در هم ریخته و الان کانون جدیدی که در اثر فقر اجتماعی در یک کشوری مثل ایران پیدا بشه، این به نفع منافع امنیتی ما نیست. و همچنین خواستار این هستن که با سیاستی که دارن جلو این رو بگن که جمهوری اسلامی بتونه از طریق غنی‌سازی اورانیوم یک وقتی منابع کافی برای ساخت سلاح اتمی داشته باشه. این سیاست اینهاست. در مورد در این مورد با آمریکا همراه نیستن، کاملا برعکس.
و فکر میکنن که به اصطلاح یه مسئله اساسی برای اروپا مطرح است، این است که یک جایی باید به قوانین بین الملل و به اصطلاح اتوریته و شخصیت شورای امنیت احترام گذاشت. وقتی شورای امنیت سازمان ملل میاد یک تعهدی رو، یک توافقنامه‌ای که میان ایران و آمریکا و کشورهای دارای حق وتو در سازمان ملل آلمان و اتحادیه اروپا امضا میشه و این رو میبرن به شورای امنیت و اونجا به تصویب میرسونن و تحریم‌هایی رو بر میدارن که قبلا وجود داشته، دیگر یک جانبه عمل کردن امریکا نادرست بوده. اگر همچی خاصی داشته بایستی که در همکاری و توافق با کشورهای اروپایی انجام میگیره، چون اروپایی هم نگرانی های مشترکی با امریکا دارن در مورد موشک‌های ایران، در مورد امکان دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی یا در مورد مسائل منطقی سوریه و یمن و غیره. این کار رو امریکا انجام نداده و این مورد انتقاد اروپایی است و همراهی نخواهند کرد در این زمینه با امریکا، ولی در مورد مسئله اصلی به اصطلاح بستن راه منابع مالی به تروریسم همراه هستند با امریکا. آقای شاکوری، اما حرف بستن اینه که دو موضوع هست. یکی این که این نظر وجود داره که کانون همه این بحران‌های خاورمیانه در واقع به نحوی سرنخش به تهران میرسه، یعنی اون چی که در سوریه میگذره یا اون چی که در یمن میگذره و اون چی که در یک جوری به همون بیداری اسلامی مورد نظر آقای علی اکبر ولایتی و حکومت ایران، معتقد هستن که بعد از انقلاب اسلامی باعث شد بیداری اسلامی در این کشورها به وجود بیاد که ما حاصل شو میبینیم. یکی اینه و دوم این که کشورهای اروپایی متهم هستن که با چشم بستن بر عملیات تروریستی حکومت ایران بر اساس مساله و منافع خودشون، ترورهایی که انجام شد از همون ترور میکونوس گرفته و بقیه جاها، عملا حکومت ایران دستشو باز گذاشتن و نوعی مشوق حکومت ایران بودن در عملیات تروریستی. تفسیر شما رو میشنویم. ببینید جناب آقای چالنگی، در مورد اینکه دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشتن در این هیچ گونه شکی نیست. امروز تروریست یک صنعت است، بخشی از این مافیای تروریست به عنوان یک صنعت در میان دولت‌ها هستن یا خود اون مافیا هم مانند برخی مافیاهای دیگر تصمیم گیرنده هستن تشکیل و ساخت و ساز دولت‌ها. بنابراین بله، اونها به جهات منافعی که دارن دست جمهوری اسلامی رو بسیاری اوقات باز گذاشتن. شما مثلا در پرونده آقای کاظم رجوی می‌بینید که در همین سوئیس ایشون ترور شد و فرانسوی‌ها به دولت سوئیس گفتن که پرونده باید مختومه بشه. این خیلی جالب هست، یعنی بی برو برگشت یک چنین چیزی گفتن. در بسیاری موارد هم این گونه بوده. اما این که ما فکر کنیم که سرنخ تمام این مسائل شلوغی ها به جمهوری اسلامی برمیگردد به عنوان بیداری اسلامی، خیر. ببینید سرنخ ها به خیلی پیش از اینها برمیگردد، به تشکیل مثلا اخوان المسلمین برمیگردد، یا بهتر بگوییم اخوان المفسدین، که جناب آقای آیزنهاور و برخی دیگر لطف کردن این رو درست کردن، این جریان هیولایی را. یا شما میبینید بحث مثلا مبارزه با تروریسم میشود، میان حمله میکنن به افغانستان، طالبان رو بردارن. اما مدرسه حقانیه که در پاکستان هست به مدیریت سمیع الحق که پدر معنوی طالبان هست، با اون مدرسه کاری ندارن و همچنان میبینید که مراودات پای برجاست. در این مسائل ترورها، در این آشفتگی‌ها، خیلی از دولت‌ها، خیلی از مافیاها نقش دارن و مبارزه با تروریسم به این سادگی واقعا من فکر نمی‌کنم باشد، چون به قول من منافع کلانی دارن دولت‌های مختلف، اشخاص مختلف، سرمایه‌گذاران مختلف، تجار مختلف و استفاده می‌کنن. بله، درباره اخوان المسلمین خوب صحبت‌ها بسیار بسیار زیاد هست و میشه برنامه‌ای رو بهش اختصاص داد که چه کسانی به وجود آوردن و چه عملیات انجام داد و کسانی مانند سید قطب، اما در زمان جمال عبدالناصر به شدت سرکوب شد اخوان
مسلمین در مصر و در زمان انور سادات به هر حال دلجویی از اونها به وجود به عمل اومد در زمان روانشاد سادات و همینطور در زمان روانشاد عبدالناصر جمال عبدالناصر سید قطب الهام بخش و یکی از اثرگذاران روی بسیار روند رادیکال و تندروی اسلامی بود در مصر و جهان اعدام شد که آیت الله علی خامنه‌ای مترجم کتاب اون هست. سید قطب از کسانی بود که حتی کفار رو بدون استثناء فرنگی ها رو همه رو واجب القتل میدونست. آقای براتی در همین مورد چشم بستن و فرو بستن بر اقدامات تروریستی حکومت ایران در کشورهای اروپایی از آلمان گرفته تا کشورهای دیگر، این اختلاف نظری که وجود داره بین آمریکا و ایران و همینطور در مواردی هم کشورهای منطقه در مورد خبر گفته شده که رهبران عربستان از آمریکا خواستن که پیگیری نکنه دست داشتن حکومت ایران رو بنابر مصالحی، اینها تا چند اندازه به اصطلاح مشوق حکومت ایران بوده در عملیات؟ درست. خب ما بازم خوب میتونیم برگردیم به همون مسئله قبلی. الان یه اشاره بکنم به این مسئله که الان دادگاهی که در لاهه بود در مورد شکایت ایران از امریکا در مورد عرض شود که این تحریم ها، همزمان الان در سال 2016 ایران شکایتی کرده بود از امریکا مبنی بر اینکه دولت آمریکا تصویب کرده بود که 2 میلیارد، یعنی یک نه دولت آمریکا بلکه عالی ترین دادگاه آمریکا تصویب کرده بود 2 میلیارد از پولهایی که ایران در آمریکا داره ضبط بشه و به عرض شود که 420 یا بیشتر از قربانیان ترور بمبگذاری هواداران جمهوری اسلامی در عرض شود که در لبنان به در پایگاه نیروی هوایی امریکا در اونجا تعلق بگیره، که خب این مسئله رو ایران با یه شکایتی هم در این مورد داره. اما یه مسئله خیلی جالب در این مورد هست که بگم خدمتون، با اون اینی که عجیبه که خب ایران دادگاه به نفع ایران فعلا رأی داده، اما اگه فراموش نکرده باشی جمهوری اسلامی در نوامبر همون سال 1979، یعنی چند ماه 6-7 ماه بعد از انقلاب، دانشجویان به اصطلاح انقلابی رفتن و سفارت آمریکا رو گرفتن و گان کردن. بعد دولت آمریکا خیلی زود شکایت کرد به همین دادگاه لاهه و در دسامبر همون سال 1979 دادگاه به نفع آمریکا رأی داد. وزیر خارجه وقت ایران اون زمان مرحوم ارشاد قزاده که به اصطلاح از عزیزان امام بود و بعد اعدام شد به جرم کودتا، ایشون گفتن اصلا دادگاه صلاحیت رسیدگی به این مسئله نداره، این مسئله مربوط میشه به جنایات پهلوی همکاران همکاری آمریکا با این و اصلا ما دهشی برای این رأی دادگاه استعماری ارزشی قائل نیستیم. خب الان به همون در همین رابطه الان تعداد زیادی از ایرانیان دو ملیتی، نمازی ها و غیره که از آمریکا به ایران رفتن به مملکت، چون دستگیر شدن به جرم این که شما با آمریکا در رابطه هستی، با کسانی در آمریکا ارتباط داشتی رو داری، یعنی همین الان هم آمریکا میتونه به همین دلیل که اون پیمان مودت مال سال 1955 میلادی میان آمریکا و ایران رو ایران زیر پا گذاشته علیه شکایت کنه. در موارد مربوط به تروریست که شما اشاره کردی، ترورهایی که در اروپا انجام گرفته، چون یه همچین پیمانهای مشابهی هم که کشورهای اروپایی با ایران داشتن، اینها هم میتونن به همون دادگاه مراجعه کنن، ولی من شک دارم از اینکه جمهوری اسلامی حاضر باشه یکی از این آرای این دادگاه لاهه رو قبول بکنه. ولی خب دادگاه لاهه رأیش لازم الاجرا نیست، یعنی قانون اجرایی که نداره، ولی در چون لازم الاجرا نیست، ولی در این رأی یه مسئله نکته جالبی هست و اونی که دادگاه
به همین مصوبه 2231 شورای امنیت به صلاح اشاره میکنه و چون به این شورا به این مسئله اشاره کرده و خودش هیچ گونه ابزار اجرایی نداره، علل اصول میتونه موضوع رو دوباره به شورای امنیت ببره و شورای امنیت خب آمریکا حق به تو داره و مسئله به اصطلاح پایان میابه، چیزی آید ایران نمیشه، مگر اینکه آمریکا داوطلبان حاضر باشه بخشی از امور مربوط انسان دوستانه که در این رأی هست مثلا دادن قطعات یدکی هواپیما به ایران رو بپذیره. این رو من در همین آغاز بگم، هیچ کس بدون ضوابط قانونی در هیچ کجای جهان نباید بازداشت بشه و اگر اتهامی هست باید کاملا روشن بشه که در چه زمینه‌ای هست و در دادگاهی کاملا عادلانه محاکمه اگر لازم هست انجام بشه، هم از کارگزاران خود حکومت ایران، کسانی که در اقدامات این 40 ساله دست داشتن و سوی مردمان متهم هستن، با خودسری نباید نه تنها با اونها، با هیچ کسی در هیچ کجای جهان بر اساس موازین بین المللی غیر از موازین حقوق بشر نباید رفتاری بشه، از جمله با آقایان سیامک و باقر نمازی که اسم بردن تابعیت آمریکایی نیز دارند و این نکته غم انگیزی است که هر ایرانی که تابعیت کشور دیگه‌ای رو داره توجه برانگیز میشه و صاحب حقوقی میشه، نه به خاطر ایرانی بودنش، به خاطر تابعیت کشور دیگر. آقایون نمازی ها از جمله اعضای بسیار فعال لابی جمهوری اسلامی در واشنگتن و غیر واشنگتن بودن سالیان سال و هنوز روشن نیست که علت دستگیری بازداشت اونها دقیقاً چه هست، چرا که در سالهای گذشته در عرصه مصالح و منافع جمهوری اسلامی در واشنگتن فعالیت میکردن. شفافیتی در مورد بازداشت آقایان نمازی ها و دیگران دو تابعیتی ها، نازنین زاغری و بقیه وجود ندارد. سپاسگزار هستیم آقای مهران براتی در برلین و با سپاس از شما آقای مازیار شکوری در سوئیس. بینندگان عزیزی که برنامه رو تا این لحظه مشاهده نکردن میتونن تا لحظات دیگه لینک برنامه رو روی کانال تلگرام تفسیر خبر مشاهده کنند و ساعاتی دیگه روی وبسایت ایران فردا. به پایان برنامه رسیدیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، هند و سبلان آسماری، کوساران دنادراک، الوند کو، زاگرس و تفتان و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد